بسم الله الرحمن الرحیم به کانال پیوان میدیا خوش آمدید امیدوارم جور و صحت من باشید دوستان عزیز اگر این نام خداوند را در کاغذ بنویسید و در زیر بالشت یعنی تان بگذارید و چند کلماتی است که خوانده بروید تا وقتی که خواب بالای شما غلبه کند و به خواب بروید انشاءالله از پرده غیب چیزهایی به شما معلوم می شود که شما هرگز دیده نمیتوانستید. در مورد کسی معلومات میگیرید که برای مناسب است برای دوستی یا نم برای کاروبار یا برای عروسی یا برای هر چیزی که می معلوم کنید یا برای این معلومات بگیرید که کی مرا سحر کرده یا کی جادو کرده یا هم جادو در کجا است در کجا دفن کرده و توسط کی کرده یا حتی این معلومات را هم کرده می توانید که این آدم برای من صمیمی است یا نه یعنی فریبکار است یا با واقعیت دوستی میکند یا فریبکاری میکند همه معلومات ببینید در نامهای خداوند جل جلاله بسیار تاثیر است حتی اگر کسی حتی اگر کسی ببیند که نام خداوند جل جلاله در ورق نوشته شده و آن ورق در زمین افتاده این شخص برای احترام نام خداوند آن را از زمین بلند کند و در جای بلندی یعنی در جای محفوظ بگذارد خداوند با این کارش آن شخص را مغفرت می کند هر قدر نام های خداوند را با احترام عزت و لذت بخوانید بهتر است چون الله تعالی الله جل جلاله یا الله رب العزت به این شغل هر قدر با نام های خداوند محبت کنید بهتر است هر قدر با نام های خداوند زیاتر محبت کنید خداوند شما را سربلند می کند خداوند به شما عزت و احترام میدهد. چون تو عزت و احترام نام خداوند را کردی خداوند تو را سرخرو و با عزت می سازد. در مورد ابراهیم علیه السلام, و السلام یک روایت بسیار مشهور است که ابراهیم علیه السلام با خداوند جل جلاله بسیار محبت داشت. روز شخص نزدش آمد صدا زد الله ابراهیم علیه السلام با وی یک گوسفند هدیه کرد که تو نام خدایم را گرفتی و این هدیه خودت. آن شخص بار دیگر گفت الله ابراهیم علیه السلام بار دیگر با وی گوسفندی دیگری داد. به همین شکل آن شخص الله گفته میرفت و ابراهیم علیه السلام به وی گوسفند میداد بز میداد تا اینکه همه گوسفندان و بزان خلاص شد چیزی نماند بعد آن آن شخص گفت الله ابراهیم علیه السلام رفت و لباس خود را بیرون کرد لباس کهنه پوشید و لباس نو و جدید خود را به آن شخص داد و بعد آن همان شخص الله گفت ابراهیم علیه السلام گفت ای انسان ها نزدم چیزی نمانده تو نام خدایم را گرفتی من خودم در خدمت تو هستم تو بادار من و من نوکر تو مرا بازار ببر و بفروش اینجاست که خداوند جل جلاله چی مقام به ابراهیم علیه السلام داده است در تمام جهان بعد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دومین مقام مقام ابراهیم علیه السلام است و محمد صلی الله علیه و هم از اولاد ابراهیم علیه السلام است و چنان مقام به ابراهیم علیه السلام داد که مسلمانان تا روز قیامت در هر نماز وقت صلوات می خوانید و محمد و آل محمد همچنان به ابراهیم و آل ابراهیم نمی خونیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بنان براي معلوم كردن هر چيز در يک ورق بنويسيد الله رب العزت الله رب الازات بنوشد ورق و ورق رق فقط يقط وزير بالشت يا تكيتون بگوزيد و بخوانید با خود الله جل جلاله الله جل جلاله الله جل جلاله هفتاد بار بخوانید الله جل جلاله ان الله, جل الله در خواب برایتان اشاره میشود که این شخص چگونه است اگر جادو اگر در جادو معلومات میکردید در این عمل معلوم میشود که جادو کی کرده در کجا دفن است یعنی هر نوع معلوماتی که شما کار دارید فقط از این مال استفاده کنید ان شاء معلوم می شود. کوشش کنید در مقاصد جایز از آن استفاده کنید این عمل را چند شب متواتر کنید ان در شب اول الا شب هفتم تمام معلومات برایتان در خواب داده می شود